همچنان در خدمت خانم مؤمنی هستیم. میخواییم در این قسمت وارد زندگی روزمره یک مهاجر ایرانی در استرالیا بشیم و شاید یکی از جذابترین قسمت‌های این مصاحبه ما باشه. خب خانم مؤمنی، اول به من بگین که صبح ها ساعت چند از خواب بیدار میشین، ساعت چند میرین سر کار، زندگی چطور شروع میشه؟ لطف سن من در 5 سال گذشته به تبع با توجه تغییراتی که به واسطه مهاجرت داشتم تغییر کرده. در استرالیا روز رو خیلی زود شروع میکنن، تقریبا من فکر میکنم 5 روز من آغاز میشه، ولی خب بیشتر با فعالیت های ورزشی و رفتن به جیم یا کلاب های ورزشی. از تو اینا ساعت چند بیدار میشدین؟ هلوش 8 دیگه سر کردم بیدار میشم، تغییر کرده. و تجربه که من داشتم اون که با انرژی خیلی بیشتری وارد حالا زندگی روزمره جدیدتر میشیم با فعالیت ورزشی که داریم و امکاناتی که در اونجا وجود داره. ساعت کاری من از ساعت 9 تا 5 هست و با توجه به اینکه حالا فشردگی ساعت کاری و حالا دغدغه هایی که تو طول روز ممکنه باهاش مواجه بشیم که در همه دنیا فکر میکنم همه افراد دارن تجربه میکنن، ولی آخر هفته رو تایمی هست که بیشتر با دوستان و خانواده سفری میشه. استرالیا امکانات بسیار زیادی برای وقت گذراندن و تفریح در اون وجود داره. افراد خیلی نسبت فعالیت های بوش واکینگ یا با تجربه ساحل های بسیار معروف و زیبایی که داره تایمی خاصی رو در ساحل هستن. فعالیت ورزشی به خصوص در کنار ساحل بسیار محبوب و باب هست. اما اگر افرادی فعالیت‌های پرهیجان‌تر مثل اسکای دایوینگ یا کارهای دیگر دوست داشته باشن، امکان بسیار زیادی وجود داره. بسیار عالی. خودتون فعالیت مورد علاقتون برای اوقات خالی و بیکاریتون چیه؟ من کارهای هنری و ورزشی رو جزو اولویت‌های من هست و من خیلی دوست دارم. حتی برنامه‌های بوشواکینگی که من برگزار میشه، شاخه‌های مختلف ورزشی با توجه به فرصتی که فراهم شده دارم سعی میکنم تجربه بکنم که آن نسبت به همه اونها یک تجربه خاصی داشته باشن. فرصتش تو استرالیا ایجاد شده یا در ایران هم این کار انجام میده؟ در استرالیا بسیار بیشتر این فرصت فراهم شده، شاید دغدغه‌های فکری یک مقدار کمتر شده و دسترسی بهتری به امکانات الان دارم. خب صحبت کردین از دوستان و دیدارشون، دوستانتون ایرانی هستن یا از ملیت های دیگه هم هستن؟ از ملیت های مختلف هستن. میتونم بدونم با چه ملیت های الان دوست هستین؟ استرالیا کشور مهاجر پذیریه و این بسیار بلند از نظر من فرصت جذاب و خوبی هست که با افراد و گروه و کالچرهای مختلفی میتونیم آشنا بشیم. حالا چه افرادی به عنوان عضوی استرالیایی میشناسیم که بک‌گراند های مختلف ایرلندی و بریتیش میتونن باشن. چند از دوستان بسیار صمیمی من بریزیلی هستن، حتی افراد هندی یا اروپایی دوستان بسیار خوبی تونستم پیدا بکنم. کدوم ملیتی خیلی نزدیک به ایرانی ها میبینید؟ از فاکتورهای به فرض افراد ترکی و لبنانی از لحاظ غذایی به ما خیلی نزدیکن، چه خیلی راحت هم میتونیم صحبت رو با اونو شروع بکنیم، ولی به واسطه اون فضای مهاجرپذیری که وجود داره با تمامی افراد به خوبی میشه ارتباط برقرار کرد، به خصوص در محیط کار و حتی در محیط دانشگاهی هم این فضا بسیار فراهم بود. استرالیایی ها فرهنگ رستوران و کافه رفتنشون چطوره؟ چه رستوران های اینجا زیاده؟ قیمت ها چطوره؟ کجا رو میشه راحت رفت؟ کجا رو باید دیر به دیر رفت؟ استرالیا در تو با یک موضوع نسبت به کالچر ایرانی همیشه تعجب میکنن و اون هم این هست که ما عادت به آشپزی داریم، در صورتی که در استرالیا این کاملا برعکس هست. این فرهنگ کافی شاپ و رستوران رفتن به عنوان یک عادت روزانه یک استرالیایی تعریف شده و تایم بسیار کمتری در رستوران در آشپزخانه یا در خانه سپری میکنه و به طب چون مدیت های مختلفی هستن، دسترسی به غذاهای بین المللی با کیفیت بسیار مناسبی هم در استرالیا فراهم شده که من میتونم به جرات بگم قهوه‌ای که در استرالیا در کافی شاپ ها پیدا میکنم از اساس عطر و طعم و بو با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. چه رسم‌هایی رو در استرالیا یاد گرفتید و باید رعایت کنید که در ایران نیست یا شاید براتون تعجب برانگیز شده در ابتدا؟ به واسطه اینترنت، اینستاگرام و فیسبوک اتفاقا میتونم بگم با کالچر کشورهای مختلف همه ما آشنایی مختصری داشتیم، شاید اونقدر برای من عجیب نبوده، ولی من فرهنگ بومیان استرالیا رو همیشه خیلی علاقه داشتم و
آرامشی که در زندگی دارن، یعنی دغدغه‌ای که شاید ما عادت داریم با دغدغه‌های مختلف روبرو باشیم، در استرالیا خیلی خیلی کمتر حس میشه. چیزی باعث تعجبتون نشد؟ راستش اونقدر که شوکه زدن بکنه نه. بسیار هم عالی. سیدنی یا ملبورن و چرا؟ من فکر میکنم تمام سیدنی شینا اصرار دارم یه سیدنی و تمام کسی که ملبورن هستن ملبورن. شاید خیلی فرق داره که اول وارد کدوم شهر بشیم، به کدوم شهر عادت بکنیم، ولی نکته ای که هم هر ساکنین دو شهر نسبت به اون مطمئنن و تاکید زیادی دارن، آب و هوای بهتر سیدنی هست. آب و هوای ملبورن اصلا قابل پیش بینی نیست، در طول روز ممکنه چندین فصل رو تجربه بکنیم، ولی در استرالیا به این صورت نیست. در سیدنی ببخشید. خب دوستان هم که پرت هستن میگن اینجا مثل پرت نمیشه، کسی هم که ادلیدن میگن ادلید، کسی هم که بریزبین هستن همین رو میگن گولد کوست به خصوص. بله، در هر کسی شاید تعصب نسبت به اون شهری که وارد شده یا داره زندگی میکنه داره، اما خیلی بستگی به خصوصیت شخصی فرد داره. یعنی من اینکه یک شهر زنده باشه، در جنب و جوش باشه، نسبت به کل کالچر استرالیا مقایسه میکنم، شاید سیدنی یک مقدار زنده تر و یک مقدار نایت لایف رو میتونیم تجربه بکنیم که این در پرت حس نمیشه. و کسی که دنبال یک زندگی بسیار با آرامش بدون هیچ گونه بالا پایینی از پرت رو ترجیح بده. و اما خب هزینه های زندگی هم متفاوته. بسیار هم عالی. رانندگی گمانه می گرفتین شما؟ بله. ماشین هم داریم؟ بله. میشه اول بگین چطور ماشین خریدی؟ راحت بود، سخت بود، گرون بود؟ من خودم اطلاعات خیلی زیادی کلا نسبت به ماشین ندارم، ولی پروسه اصلا سختی نبود. سایت های بسیار متفاوتی وجود داره که احصالات در دسترس همه قرار دادن. پروسه گرفتن گواهی نامه در استرالیا پروسه بسیار مشخص و ساده هست، دغدغه خیلی خاصی نداره. امتحانی که داره بسیار امتحان راحت تری هست نسبت به ایران. و حالا با توجه به اینکه اطلاعات ترجیحاً تا جای ممکن که منطقی باید در نظر بگیریم بالاترین حد نیست، ولی خب تا جای ممکن اطلاعات سریع در اختیار مشتری قرار داده میشه، پروسه به نسبت راحتی هست. ولی در طول دو سال گذشته به واسطه چالش‌های اقتصادی یک مقدار خب از نظر قیمتی و نوسانات بازار خب 100% نسبت به قبل یک مقدار دشوارتر شده. ولی باز خیلی چاره فرود بخوام بپرسم، آیا خرید اتومبیل در ما استرالیا به سختی ایران هست که نفر باید خب پول جمع بکنه شاید بتونه؟ شاید نه. این تجربه بسیار متفاوته که یک فرد بعد از شروع فعالیت در استرالیا گرفتن کار این فرصت‌های مالی به فرد داده میشه که حالا بتونه از فایننس خاصی استفاده بکنه یا در کدام مدت یک پولی را حالا به عنوان سیوینگ داشته باشه که بتونه زودتر صاحب ماشین باشه. در ایران میتونه نسبت به ایران قابل مقایسه نیست. به عنوان آخرین سوال این قسمت، سمت راست رانندگی کردن چقدر متفاوت بود براتون؟ نسبت به چیزی که فکر میکردم خیلی راحت تر بود، چون اونجا خب ترافیک کمتره، یک مقدار سرعت های رانندگی بسیار پایین تره، حوصله ها شاید بتونم بگم خیلی بالاتره. خیلی راحت نسبت به این موضوع یک نفر میتونه کاملا تسلط پیدا کنه. چه برند ماشینی خیلی تو استرالیا دیده میشه که همه راحت میتونن بخرنش؟ برندهای مختلفی هست، یعنی بازار کاملا رقابتی هست، ولی چیزی که برای من خیلی جالبه تعداد خودروهای تسلا در استرالیا بسیار در حال افزایشه، کاملا به چشم. این تسلا چیزی که هر کسی میتونه به راحتی؟ نه، برند خب به نسبت کاملا گرونی هست، ولی خب وضعیت اقتصادی استرالیا به نوعی شده که افراد راحت تر میتونن نسبت به قبل تسلا بخرن، ولی برندهای مختلفی که از حالا میتونم برندهای اروپایی یا برندهای ژاپنی در استرالیا به صورت زیادی وجود داره. بازار کاملا رقابتی و آزاده. ممنون. با ما همراه باشید.